سلام پنجشنبه 15 اردیبهشت 90 5 می 2011 میلادی در مورد 19 موضوع امروز صحبت می‌کنم موضوع اول اینکه جایزه یونسکو در مورد آزادی مطبوعات روز سهشنبه به احمد زیدآبادی در کلوپ روزنامه نگاران واشنگتن اهدا شد در پیام کوتاهی که دکتر زیدآبادی برای این جایزه فرستاده گفته رنج های من و خانوادم اگر پیامی بنویسم افزون میشه چرا که محکوم به 6 سال حبس 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از نوشتن و فعالیت سیاسی و اجتماعی شدم او گفته فشارهایی که به من آوردن فراتر از تحمل من بوده و رنجهایی رو کشیدم که با هفته ها به صلیب کشیدن و زنده به گور کردن قابل مقایسه است دکتر زیدابادی جایزه خودش رو به خانواده خودش و مادر سهراب و همه مادران شهدا و همه خانواده های زندانیان سیاسی هدیه کرد. نکته دوم این که بهزاد نبوی به زندان اوین برگشت و مرخصی او رو که به دلیل بیماری کمر و قلب در رنج هست تمدید نکردن نکته سوم اینکه پسر آقای دکتر معتمدی استاد دانشگاه پلیتکنیک و وزیر ارتباطات کابینه خاتمی که سال گذشته مورد حمله با چاقو در دانشگاه قرار گرفت اعلام کرده که پرونده پدرش در وزارت اطلاعات خاک میخوره و هیچ رسیدگی به اون نشده نکته چهارم که آقای جواد امام رئیس ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در تهران به زندان فراخوانده شد نکته پنجم که سدزیای نبوی دانشجوی زندانی در زندان کارون اهواز در نامه به جواد لاریجانی که مسئول امور حقوق بشر و قوه غذایی است وضعیت بد این زندان را از حیث نبودن بهداشت وضعیت بد غذا تراکم فراوان جمعیت و عدم تفکیک زندانی ها از همدیگه توصیف کرد. نکته ششم اینکه دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی خبر داده از اینکه پرونده آقای علی اکبر جوانفکر مدیر عامل ایرنا و از یارای نزدیک آقای احمدی نژاد و رحیم مشایی تکمیل شده که فرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده آقای دولت آبادی خبر داده که پرونده آقای خانم فائزه هاشمی هم حاضره ولی نگفته اصل جزئیات اتهام او چیه فقط اشاره کرده که مصاحبه ایشون با سایت روز ظاهرا در محوره اتهامات قرار داره نکته هفتم اینکه داستان اختلافات باز هم ادامه داره روز گذشته روز چهارشنبه که جلسات هیئت دولت تشکیل میشه بسیاری سایت های اصولگرا ادعا کردند که علیرغم تبلیغات دشمنان احمدی نژاد و مسلحی به هیئت وزیران رفتن و به خوبی و خوشی برگزار شد اما سایت های طرفدار آقای احمدی نژاد مثل سایت خود نهاد ریاست جمهوری عکس های رو به تعداد زیاد از زوایای مختلف منتشر کردند که نشون میده آقای مسلحی در دولت نیست و نوشتند که وقتی آقای مصلحی از دولت رفت آقای احمدی نژاد ریاست جلسه رو به دست گرفت بنابراین به نظر میرسه آقای احمدی نژاد به جلسه نیامده تا وقتی که احتمالا پیغام کرده آقای مصلحی از جلسه رفته با این برخورد جدید و این پیچ جدید در اختلافات بحث در مجلس بالا گرفته دوباره به اینکه سؤالی رو که از آقای احمدی نژاد داشت پخته میشد دوباره به جریان بندازند که مقدمه رأی عدم کفایت خواهد همینطور مطرح که آقای حسن نوبختیان نفر اصلی سایت هایی که احمدی نژاد و مشاهی درست کردن متواری شده آقای زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما هم علت این که شرکت آقای احمدی نژاد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب روز سه‌شنبه رو مستقیم صدا و سیما پخش نکرده درخواست دفتر خود آقای احمدی نژاد دونست به نظر میرسه که مسئله سانسور احمدی نژاد از صحبت مستقیم در صدا و سیما کماکان ادامه داره نکته هشتم این که این اختلافات روی زمینش به شکل دعوای خامنه ای و احمدی نژاد و مسلحی و طائب و غیروس غیروه اما ظاهرا یک بعد دیگه همین دعوا پیدا کرده که به جنگ اجنه معروف شده سایت شفاف نامه ای رو منتشر کرده منصوب به آقای عباس قفاری به صورت یک زندگی نامه که در صورت صحت ارتباط ایشون با شیطان و نیروهای شیطانی مابعد و طبیعه رو نشون میده و باز هم این ادعاها مطرحه که ایشون رابطه با احمدی نژاد و رحیم مشایی داره و در واقع جنگیر یکی از جنگیرهای بزرگ جناه این آقای میخواهد بود مرتضا نبوی هم در مصاحبه گفته که اینها با شیاطین اجن ارتباط دارند ظاهرا قسمت خوبش ششکالی نداره از نظر آقای مرتضا نبوی بلکه ارتباط با شیطانهای کافر اشکال داره آقای علی متحری هم نماینده مجلس خبر داده از اینکه آقای احمدی نژاد و دوستانشون معتقدند ظهور صغیر اتفاق افتاده یعنی امام زمان حالا با چه کیفیت نمیدونم ظاهر شده اما ظهور کامل نکرده به همین دلیل این دار و دسته به ولایت فقیه نیازی نمی نکته نهم اینکه سازمان بازرسی کل کشور خبر داده از اینکه پرونده سازمان تربیت بدنی رو به دادگاه فرستاده در مورد سازمان تربیت بدنی و رئیس اون حرف های خیلی زیادی در چند سال گذشته مطرح شده و اختلاس ها و سو های مکرر همین آخرین کار هم البته تغلب در مسئله تیم دانش آموزی که قرار بود از, از, یک مدرسه باشه برای مسابقات هندبال در پرتغال و مسابقات بسکتبال در چین که ظاهرا سازمان تربیت بدنی در هر دو مورد تقلب کرده و به جای بازیکنان یک مدرسه یک تیم منتخب در واقع ملی نوجوانان رو فرستاده که باعث آبروریزی شده وقتی که کشف شده نکته دهم ده اینکه به دستور شخص آقای خامنه ای سه میلیارد دلار افزایش بودجه نظامی قرار صورت بگیره مجلس هم بلافاصله سمعا و طاعتا گفته مؤسسه صلح استکهلم خبر داده بود از اینکه در سال 2010 بودجه نظامی ایران حدود 7 میلیارد دلار بوده که به این ترتیب در سال جاری به سال 90 به 10 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد همینطور خبر میرسه از اینکه آقای خامنه ای یک نامه به شکل حکم حکومتی به آقای احمدی نژاد نوشته برای دادن بودجه قوه قضاییه که احمدی نژاد جلوشو گرفته و به مجلس هم بلافاصله فاصله بعد از فح... خبردار شدن از این نامه دنبال افزایش بودجه قوه قضاییه رفت. نکته یازدهم اینکه سایت آفتاب خبر داده از گزارش بانک مرکزی که در نه ماهه ابتدای سال گذشته سال 89 بدهی بخش دولتی شرکت های وابسته به دولت و دولت به سیستم بانکی 35 درصد افزایش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه سال قبل و به رقم 36 هزار میلیارد تومان یا 36 میلیارد دلار رسیده البته در بین بدهی ها بزرگترین بدهی بدهی دولت به خود بانک مرکزی است که بیش از 70 درصد افزایش داشته و نشون میده که در واقع دولت بی صدا دست در کیسه بانک مرکزی روی کسری بودجه هاش میکنه نکته دوازدهم این که آقای خامنه ای در صحبتی که داشته مطرح کرده که موج بیداری ملت ها که الان در خاورمیانه هست و اینها تا قلب اروپا پیش میره احتمالا ایشون پیش بینی میکنه که به سبک خاور میانه در کشورهای اروپایی هم لابد انقلاب میشه و یا بیداری منظور اون چیزی که در کشور ما لابد در جریانه ایشون انتظار داره در اروپا اتفاق بیفته پیشا پیش باید گفت که اختلاس به اروپا رسیده نکته 13 هم این که روزنامه لومون خبر داده از اینکه در سفارت ایران در پاریس اختلاس 600 هزار یورویی صورت گرفته و با طرز عجیبی پاره ای از کارمندان سفارت پول حساب سفارت رو به حساب شخصی خودشون میریختن نکته چارده اینکه دولت ادغام وزارتخانه های رفاه و کار رو تصویب کرد جالبه که همین چندی پیش این دو وزارتخانه از هم تفکیک شدن و تبدیل به دو وزارت خونه شدن و دوباره قراره بشن یک وزارت خونه همینطور ادغام وزارت خانه های نفت و نیرو تصویب شده قبلا هم ادغام وزارت های راه و مسکن و شهرسازی و بازرگانی و صنایع معدن تصویب شده بوده نکته پانزدهم اینکه جمعی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان امریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ای رو در دستور تصویب کنگره امریکا گذاشتند که در صورت تصویب دولت امریکا رو موظف میکنه که دور جدیدی از تحریم ها رو علیه مقامات و مؤسسات ایرانی در ارتباط با نقض حقوق بشر و دموکراسی به, مرحله اجرا بگذارند نکته 16 همی که آقای دیوید کوین معاون اداره خزانه داری امریکا و مسئول کنترل تحریم ها و قوانین ضد تروریسم اعلام کرده که به زودی نام چند بانک خارجی دیگه در لیست سیاه تحریم های امریکا اعلام میشه که نقض تحریم بانکی ایران رو کردن به خصوص از پاره از بانک های ترکیه اسم برده میشه که به سفر اخیر آقای کوهن هم توجهی نکردن و کماکان در نقض تحریم های امریکا با حکومت ایران همدستی میکنن نکته هفته هم این که بین فتح و حماس در قاهره روز گذشته صلح برقرار شد آقای خالد مشعل که خیلی به نزدیکی به ایران معروف بود دست آقای محمود عباس رو از فتح فشار داد و با صلح و صفا به واسطگی مثل طرفین توافق کردند که ظرف یک سال انتخابات برگزار بکنند مفسرین خیلی ها معتقدند که بدنامی ایران و مشکلات سوریا عامل موثری است که حماس هم که به این دو کشور تکیه داره به فتح نزدیک شده و تشکیل دولت واحد فلسطینی دوباره در دستورشون قرار گرفته نکته اجدامی که آقای مرتزا نبوی خبر داده بود از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی به زودی از شورای تشخیص مصلحت کنار گیری میکنه اما دفتر آقای هاشمی این خبر رو تکذیب کرد و نکته آخر اینکه فرمانده نیروی انتظامی مملکت خبر داده از این به بعد با سگها هم برخورد میشه و کسایی که سگ در خیابون برای گردش بیارن باشون برخورد خواهد شد و بین 100 تا 500 هزار تومان هم جریمه در نظر گرفته شده اندکی صبر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و راز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی